گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شمی، از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شمی. بسم الله الرحمن الرحیم. مخلص وقتی در درجات اخلاص پیش رفت، از جاهایی شروع می کند این اخلاص، شروع می کند یه رنگ بوی دیگه برای خودش می گیرد. رنگ بوی دیگه معنا که شخص مخلص در مدارج اخلاص در مقام عبودیت که پیش می رود، دیگه در مقام عبودیت یواش یواش می بیند که خودش را دارد گم می کند. ترجمه می کند، خودش را دارد گم می کند، یعنی دارد از خودش چی می شود؟ فانی می شود. از اینجاها خبر فنا که شروع می شود، در این مسیر پیش می رود، در این مسیر پیش می رود تا جایی که به مرحله فنا برسد. این فقط کلمه است باز فنا برای ما. به فنا که رسید، باز خود فنا مراحل دارد. به فنا رسید، مراحل فنا را طی می کند. اینجاها یعنی آنجا که به فنا کامل رسید و بعد در مراحل فنا یا انواع فنا پیش رفت، از اونجاها میگن از مخلصین است. دیگه این آدم مخلص نیست، مخلص است. و خود شما اگر یه مقدار براتون مسئله فنا مفهوم بشود، خوب فهمید، خواهید فهمید که مسئله چرا اونجا، چرا نام، چرا مخلص است. دیگه مخلص، آیه 45 و 46 سوره صاد را ما روش تأمل میکنیم. وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار. می فرماد خدایم تعال بندگان ما را یاد کن. وذکر عبادنا، این بندگان ما را یاد کن، به رسول اکرم صلوات الله علیه و به هر کسی خطاب می کن. این بندگان ما را که ابراهیم است، یعقوب است، ابراهیم است، اسحاق است، یعقوب است، اولی الایدی و الابصار، اینا را بیاد بیار. اینا ما، خودش می فرماد خدا، ما اخلصناهم، اینها را خالص گردانیدیم. اخلصناهم، خب میشوند اینها از چی؟ از مخلصین. اخلصنا هم دیگه میشه مخلص، مخلص نه ها، مخلص. چون مخلص بودن ما چی کردیم؟ اخلصنا هم، خالص کردیم. خالص کردیم، تأمل بکنید از چی خالص کردیم؟ آمیختگی چی بود که اون را از اینها گرفتیم؟ چه رنگی بود که اینها را از اون رنگ پاک کردیم؟ و چه اشکالی بود چون اشکال را از اینها برطرف کردیم؟ این جای تأمل و جای فکر است. حالا میتونید بگید از چی پاک کرده خدا؟ از شرک. اصلا خوبه، کلمه خوبیست، اما میتونید توضیح بدید؟ خود خوب گفتید، حالا شاید هم معنیش رو متوجه هستید چیه، ولی یه کلمه دیگه توضیح بدید که از چی سعد یا چون بود شکستی چیه؟ خود مباش، خودپرستی کمتر از اسنام چیه؟ نیست. اخلص نام از چی؟ از خود، از خود. اونم از خود و خودی که من و شما داریم نه، یه چیز دیگه است. توجه میکنید؟ نه اون خود و خودی که به هواها میکشد و نمیدارم به خواسته ها میکشد. اون که اگر اون طور بودن که اصلا پیغمبر نمیشدن، پیغمبر نه اصلا. اون نه، این خودی که، یا خودی که از او خدا اونها را در مقام تخلیص و همین اخلصنا خالص میکند، نه اون خود و خودیست که من و شما داریم. چون این اشتباه میشه معمولا، آن خود و خودی که در مقام عبودیت در همون مراحل ابتدای عبودیت برای انسان هست، برای خیلی ها هست، جلوه میکند، میخواهد، من اینجور میخواد، دلم میخواد، هوا دارم، خوشم میاد، اون نه، اون در مراحل ابتدا برای مبتدی ها در مقام عبودیت یک خار راه است. آن خودی که خدا اینها را از آن خود خلاص میکند، غیر از آن خودی است که برای یک مبتدی در مرحله اول عبودیت خار راه میشود و به سوی هواها میکشد. اون نفس اماره است، به اصطلاح دیگه که ماها داریم، نفس اماره است. آن خود یه چیز دیگه است. مقام و منزلت مخلصین یکسان نیست. خودش چی؟ دارای مراتب و درجات است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مخلصین است،
انبیا همشون از مخلصین هستن، ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین از مخلصین هستن، ولی تفاوت درجات در جای خود محفوظ است. عرض کنم که البته این بی این معنا هم نیست که راه و روش حرکت به سوی مقام مخلصین فقط همین راه و روشیش که ما میشناسیم، ممکن است کسی را خدا از اول با عنایت و مشیت خاص خودش برای خودش چی بکنه؟ برای خودش مخلص بکنه، مانند حضرت عیسی سلام الله علیه. عیسی را خدا از همون بچگی که کرده بود اخلاص و تخلیص برای خود، و خیلی را خدا خودش میداند چه کار بکنه، ولی بالاخره یکی از راه‌هاش این است انسان وقتی در مدارج اخلاص پیش رفت مقامش میرسه به مقام مخلصی میرسه. حالا بنابراین این نکته را هم که گفتیم، بنابراین اخلاص یکی از موضوعات است که باید روش مجاهدت انجام داد و جدیت ها کرد. نکته که من در این جلسه میخواستم به شما توضیح بدم این بود که روایاتی داریم به این مضمون، البته اجماع به اجماع بگم دیگه تمام بشه، چون حالا خدا بخواد در آینده بحثی بشه یا نه اینم تمام بشه اشاره قلن میکنه. در روایات ما روایاتی داریم به این مضمون که هرکس 40 روز عملش را خالص بکند برای خدا، این چه آثار در وجودش آثار جالبی پیاده می شود. بر اساس این روایات هم خب چله می گیرند و اونا که به عبودیت می پردازند احیانا چله می گیرند و می روند در یه گوشه خلوتی می کنند و از همه جا منقطع می شوند، و برای اینکه 40 روز کل عباداتشون را خالص بگردانند برای خدا، تا به اون آثار و عنایاتی که بعد از 40 روز میرسد به اونها نائل بشود. اینجور روایات ما داریم و روایات خوبم هست، دقایقی هم در این روایات هست. اینو توجه داشته باشید که این 40 روز عمل را خالص گردانیدن برای خدا مسئله ایست به جای خود، روایات گفته و نمیشود روش به اصطلاح شبهه کرد، تردیدی کرد، کسی مثلا چله بگیرد این دیگه. البته وقتی کسی میاد یه چیزهای آمختگی های از آرا و نظرات این و اون میارد در برنامهش، اون یه مسئله دیگه است. طبق همون دستورات شرع مقدس و بر اساس این روایات کسی میبیند که خوب نمیتواند در این حالات معمولی موفق بشه و برود در یک گوشه، اگر مسئولیتی ترک نشود، واجبی ترک نشود، محظوری شرعن نباشد، با این اگرهای خیلی زیاد در یک گوشه 40 روز سعی بکند که شب و روز به یاد خدا باشد برای خدا مخلصانه، مسلمن آثاری دارد، نمیشود این را انکار کرد، آثاری دارد و عنایاتی در وجود انسان پیاده میشود. اینم یک نکته بود که البته من تصمیم داشتم بیشتر توضیح بدم، الا اینکه چون وقت اون ایجاب نکرد دیگه بیش از این توضیح نمیدم، ولی در این توضیح اجمالی آنچه را که لازم بود به صورت خیلی سربسته براتون گفتم. چیزی است به جای خودش و نمیشود این مسئله را انکار کرد. به چند روایت من در باب اخلاص اشاره میکنم، دیگه در اخلاص من گفتنی بیشتری که بتوانم به شما بگم بیش از این ندارم، چون بیشترش به عمل مربوط است، اصلا زیاد صحبت کردنی نیست. ابعاد اخلاص چیه؟ فقط باید سعی کرد که بالاخره اعمال را برای خود خلیص کرد. اما یادتون باشد قبل از خوندن روایات به شما عرض کنم، تخلیص عمل اگر خوب شروع کردید، اخلاص را شروع کردید، یواش یواش یک چند قدمی که برداشتید میبینید به تخلیص دل برمیگرده. یعنی اولش به صورت تخلیص و اخلاص عمل برای خدا میشه، اما یواش یواش میبینید که بوی دیگری میدهد و یک چیزهای دیگری در باطن انسان ایجاد میشود و انسان به چیزهای دیگه هدایت میشود، یعنی یه به چیز جدیدی هدایت میشود. یعنی چه؟ میبینید که یواش یواش از درون هدایت میشود که بالاخره باید عمل تخلیص بشه برای خدا، یا بالاتر از اون به اضافه اون باید چه تخلیص بشه برای خدا؟ نگفتی؟ ده این یادتون باشه، شروع کردید در اخلاص پیش رفتید، میبینید که اخلاص عمل یواش یواش در باطن انسان به چیزهای دیگه هدایت بشه، بعد بوی دیگه میده،
به اصلا طعم دیگه میده، نه که دیگه اخلاص عمل نشه. فوق اخلاص عمل میبینید که باید انسان موظف است دل را تخلیص بکنه برای خدا، و وقت میبینه که تخلیص دل چی میشود، یعنی تجرید دل از غیر، پاک کردن دل از چی؟ از غیر. و کارسازم همین مسئله است. اونی که کارساز است در مقام اخلاص عمل پیش میاد، اخلاص دل است، تخلیص دل است، با اون پیش میاد و خدا خود هدایت میکنه. واقعا هم جالب هم هدایت میکنه. خیلی هم خوب انسان میبیند به دلش میفته، اما همون به دل میفته از خدا و از جانب خدا. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خیلی به صورت های میشود هم گفتنی هایی هم گفت، اما متاسفانه نه فرصتی هست و نه زیاد ذوقی و نه حوصله‌ای. میشود چیزای چه جور به دل میفتد و چه باید بشه، چه به چه چیزها انسان را هدایت میکند، چه نقشی را به قول معروف در دل انسان این هدایت ها بازی میکند، چه حرکاتی برای انسان پیش میآورد، غیر از اون اخلاص عمل که همیشه پیش میره. ولی این مسئله هم شروع میشود از یک نقطه. خب به یکی دو روایت هم اشاره بکنیم که ختام مطالب ما با روایات حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین باشد. عرض کنم که این روایت را که عرض میکنم اصول کافی در باب اخلاص است، اخلاص عمل. صحبت شو گفتیم، فقط روایت میکنیم چند تا. اصول کافی جلد سوم باب اخلاص حدیث چهارم. عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق فی قول الله عز و جل، در این در توضیح این آیه امام صادق، کدام آیه؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، این در سوره تبارک فرقان میخواند این آیه را که خدا انسانها را خلق کرد و شب روز را خلق کرد و موت حیات را خلق کرد تا شما انسانها را چه بکنه؟ آزمایش بکند که شما کدامتون از نظر عمل حسن عمل دارید. خدا میخواد شما را آزمایش بکنه. در تفسیر این آیه قال امام صادق فرمود لیس یعنی اکثر عملا، خیلی خوب توضیح داده، یعنی همه گفته های ائمه خوب است، جالب توضیح داد، یعنی اکثر عملا. امام صادق فرمود که قرآن که میگوید خدا این شب و روز و این حیات و ممات اینها را قرار داد تا شما انسانها را آزمایش بکنه که کدامتون احسن و عملا هستید، توجه داشته باشید اکثر و عملا نمیخواد خدا، اکثر و عملا یعنی اونی که عملش چی باشد؟ زیاد باشد. ولیکن اسوبکم عملا، میخواد ببیند کدامتون عمل درست انجام میدهید، ثواب یعنی درست صحیح به اصطلاح بجا. کثرت عمل مطرح نیست، بجای عمل مطرح است، بجا بودن عمل. و این نمل اصابه، اونی که خدا خواسته درست انجام دادن، خشیت الله از خدا ترسیدن و نیت صادقه و الحسنه، نیت خوب داشتن، نیت صادق داشتن، خدا را در نظر گرفتن. سمگاه بعد امام صادق فرمود الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، تخلیص عمل خیلی سخت از خود عمل هست. و العمل الخالص، بعد خودش توضیح داد عمل خالص چیست؟ الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل، عمل خالص اون است که در قلب تو مقصد این نباشد که تو را کسی در برابر اون عمل تعریف بکند جز خدا. این دیگه یک بیان است، اما همه چیز را شامله. باید در قلبت هیچ تعریفی از کسی مطرح نباشد جز تعریفی که جز تعریف خدا، این اخلاص عمل است. و نیت افضل من العمل، بعد فرمود متوجه باشید نیت خیلی بالاتر از خود عمل است. خب اخلاص به نیت برمیگرده. الا ان النیه العمل، بالاتر از این متوجه باشید نیت است جان عمل، جان عمل نیت است. ثم تلا قول عز و جل، بعد این آیه را امام صادق تلاوت کرد قول کلون یعمل علی شاکلته، این آیه را خوند همه بر طبق شاکله خود عمل انجام میدهند. بعد فرمود شاکله یعنی علی نیته، طبق نیتش. خب عرض کنم که این روایت را از علی سلام الله علیه
میخوانیم. شما و مخصوصا خانم ها در نظرشون باشن. خیلی ها میان گوسه میخورن که نمیتونیم زیاد ذکر بگیم زیاد. این گوسه ها را علی سلام الله علیه میفرماید نخورید، گوسه این را بخورید که عملتون چقدر برای خداست. اگه میخواد گوسه بخورید ببینید که عمل چقدر برای خداست، دل چقدر برای خداست. دیگه گوسه این را نخورید که این مثلا این ذکر کم ذکر گفتم، کم مستحبی انجام دادم. روی مقدار نروید، گوسه مقدار و مقدار کم را نخورید. مقدار گوسه چه چیز را بخورید؟ گوسه اخلاص، عدم اخلاص را. این روایت خیلی خلاصه است از علی سلام الله علیه، جامع السعادات جلد دوم صفحه 400. قال امیر المؤمنین علیه السلام، علی سلام الله علیه فرمود لا تحتمو لقلت العمل و احتمو لقبوله. برای کمی عمل قصه نخورید، غم نخورید. و احتمو لقبوله، برای قبول عمل. عمل وقتی خالص نشد قبول نمیشه دیگه. برای قبول عمل قصه بخورید، قصه اون را بخورید. خب اینم یک بیان از علی سلام الله علیه. یه روایت هم در آخر بخوانم که این روایت آخر باشد و راجع بر اون نکته که در آخر عرایزم گفتم. گفتم اخلاص عمل به موازاتش تخلیص دل را به همراه خود می آورد. به این روایت از علی سلام الله علیه دقت می کنید، یعنی گرچه وقت میگذره برای شما یک ملاک عرض کنم، یک ملاک که خودتون را با به اصطلاح محکی که خودتون را با اون آزمایش بکنید. اگرم دیدید که نه، شما هر چه فکر میکنید دیدید که عمل شما همش برای خداست، هیچ ریایی نیست. اگر خواستید مدت هم همینطور عمل بی ریا انجام میدید، اگر خواستید بی یک نظر محک خوب به خودتون بزنید که بفهمید واقعا برای خدا بوده یا نه، بروید به سراغ دلتون، میبینید که در دل هم یه حرکت تخلیص و تجرید شروع شده یا نشده. اگر دیدید نشده، بدانید در اون محاسبه اولتون اشتباه میکنید. توجه میکنید؟ نمیدانم خوب فهمیدید چی گفتم یا نه. ممکنه شما، تکرار میکنم، محاسبه بکنید که مدت ها شما واقعا عملتون برای خداست، اما خودتون متوجه نباشید. برای اینکه بخواید بفهمید که راست این محاسبه شما یا نه، ببینید که چند این سال است که شما عمل خالصانه انجام میدهید. به موازات این هیچ تکانی هم از درون خورده اید، نهیبی از درون به شما وارد شده که شما را وادار بکند به تدریج به موازات اخلاص عمل بر تخلیص دل یا نه. اگر دیدید نه، بدانید اینجا فعلا در این محاسبتون چندان محاسبه درست انجام نمیدهید. ترجمه کنید. به هر صورت در رابطه با این تخلیص دل این روایت را هم عرض میکنم. حالا این صحبت ها را که من میکنم به شما، برای خودم هی روز به روز لحظه به لحظه وزر و وبال درست میکنم. دقت میکنم وزر و وبال لما تقولون مالا تفعل. این آیه هم به نظر من جایی برای جلسات و سخنرانی صحبت نمیگذارد مگر برای چند نفری و سلام همیشه در هر زمان. و لذا من معمولا خیلی آرزو میکنم که یه وقتی یه طوری داشتم جلسات تحتی جوده بود، خیلی آرزو میکنم که از این وزر و بارها کم انجام بدیم. واقعا وزر و بار است. یعنی من چی میگم الان به شما در اینجا که هیچ کدام از اینها را عمل نکردیم، شرم میاره در پیشگاه خدا برای انسان. حقیقت هستم، واقعا حقیقت هست و باید گوشتشو خورد. حالا دیگران نمیخورند اشکال ندارد نخورند، ولی باید گوشتشو خورد. چی این حرفا که میگیم واقعا اینطور بوده؟ به هر صورت اصول کافی جلد 3 باب اخلاص حدیث 3 عن ابی الحسن رضا علیه السلام، از امام رضا سلام الله علیه این روایت. امام رضا از علی سلام الله علیه نقل میکند این امیر المؤمنین صلوات الله علیه کان یقول. امام رضا فرمود علی سلام الله علیه می فرمود. چی می فرمود؟ یقول می فرمود طوبی لمن اخلص لله، خوشا به حال اون کسی که اخلص لله، عملش را خالص بکند برای خدا. اخلص لله العباده و دعا، عبادت و دعاش را برای خدا خالص بکند. خب این به اخلاص عمل ناظر است. ببینید اون وقت بی موازات این علی سلام الله علیه به اون نکته که گفتم به موازات اخلاص عمل شروع می شود که تخلیص دل است،
به اونم اشاره می‌فرماید. خوشا به حال اون کسی که تخلیص می‌کند عبادت را و دعا را برای خدا و لم یشغل قلبه به ما ترا عینا و قلبش مشغول نشود با آنچه که چشماش می‌بیند و لم ینسى ذکر الله به ما تسنا و اذنا و یاد خدا را فراموش نکند با آنچه که گوشش می‌شنود، یعنی چشمش او را به این وادی ها ببرد، گوشش به وادی های دیگه ببرد، هی قلبش با چشم و گوشش چیه؟ برود. اینجور نباشد. چشمان چه میبیند قلب را از خدا باز ندارد، گوش با اون شنیده هاش قلب را از خدا مشغول نکند، ولم یحزن صدره و دلش محزون نباشد به ما اعطی غیرو، فلانی چی کرد، فلانی به چه منصب رسید، فلانی چی، فلانی چی طور شد، از همه فارغ باشد. خوشا به حال اینها. اخلاص عمل توأم با چی؟ با تخلیص دل. توجه کردید؟ دل وقتی تخلیص شد، نه صداها او را از خدا باز می دارد، نه دیده‌ها و نه احوالات مردم، این چی کرد، اون چی کرد، این چی شد، اون چی شد، ما چی کرد، موندیم، اون رفت، اینا همش مزخرفات دیگه، قلب او را مشغول نمی کنه. می بینیم علی سلام الله علیه با اخلاص عمل تخلیص دل را هم توأم آورده، که دل آنچنان مستغرق در یاد خدا و حب خدا و مجذوب به خدا باشد همه این مسائل موهومات باشد در نظر، یه چیزی مشغولش نکنه. این با اخلاص عمل شروع میشه. اگر شروع نشد معلوم است که اخلاص عمل چندان نیست. خب من دیگه تمام میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.